به یاد نوجوان وطن پرست امیر مهدی فرقی پور. با اینکه امیر مهدی سنش کم بود، اما حفظ وطن پرستی بزرگترها را داشت. تنها پسر خانواده بود و می توانست در خارج از ایران زندگی راحتی داشته باشد. اما می گفت می خواهد برای وطنش و مردمش خدمت کند. برای همین در وطن ماند و جانش را فدای وطن کرد. اخلاق و فکرش بزرگتر از سنش بود. به همه خدمت میکرد. برایش هم فرق نمیکرد که طرف مقابلش چه سنی و یا چه جایگاهی دارد. برای همه کوچکی میکرد. ورزشکار بود و سرزنده. شناگر ماهری بود و 5 سال بود که بوکس تمرین میکرد. از 12 سالگی پیش بهترین مربیهای تهران آموزش بوکس دیده. مربیش خیلی به او امید داشت و همیشه می گفت مهدی خیلی با استعداد است و می تواند قهرمان شود. اما امیر مهدی فقط یک نوجوان ورزشکار نبود. او در همه زمینه ها پر استعداد و خلاق بود. 3 سال بود که پیش پدرش کار می کرد. او در تولید کفش هم حرفه‌ای شده بود. تا آنجایی که پدرش قصد داشت سال آینده برایش یک کارگاه تولید کفش را اندازی کند. اما آنچه که امیر مهدی نوجوان را متمایز می کرد، فراتر از همه این استعدادهای ورزشی و کاری، روحیه جنگنده و حس آزادی خواهی او بود. نوجوانی که سری نترس داشت و هیچگاه زیر بار زور نمی رفت. به ویژه بعد از شهادت مظلومانه مهسا امینی دیگر آرام و قرار نداشت. می گفت که برای مهسا و همه دختران میهنش اعتراض می کند و می جنگد. در یکی از تجمعات اعتراضی شلیک مزدوران بسیجی و به خاک افتادن مظلومان یک جوان در کنارش انگیزه و عزم او برای جنگیدن با این حکومت را سرچندان کرد. روز 5 مهر که تهران در اعتراض به شهادت مهسا به پا خواسته بود، امیر مهدی نیز مثل روزهای قبل به سیل خروشان معترضین پیوست. او که خیلی شجاع بود و دست‌های بلند و پرقدرتی داشت و خودش موتور سوار حرفه‌ای بود، با ضربه‌های محکم به مزدوران ضربه می‌زد، موتورهای مزدوران انتظامی را می‌زد و به زمین می‌انداخت. این چند روز امیر مهدی مزدوران را کلافه کرده بود. مزدوران حکومتی که او را تعقیب کرده بودند، در تاریخ 5 مهر در خیابان کارگر او را به سختی مجروح کردند. امیر مهدی قهرمان که به مدت 16 ساعت در کما بود، عاقبت روز 6 مهر به شهادت رسید و قهرمان آزادی شد. قهرمانی کم سن اما بزرگ که یادش در لبخند پیروزی نوجوانان ایران در روز پیروزی زنده خواهد بود.